بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مهربان سلام، خوشحالم که یک بار دیگه هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه که برای شما مد نظر گرفتیم با استاد بسیار گرامی، استادی که واقعا زحمات زیادی به رشته پهلوانی کشیدن، افتخار کسب کردن، قهرمانی های خیلی خوبه به افغانستان نازنین ما و بالخصوص به ولایت هرات که همیشه قهرمان پرور بوده به دست آوردن. بله، در کنار استاد امویون شیرزاد، یکی از اسطوره‌های بشتی ولایت هرات هستیم، میخواییم با اونا چند کلمه صحبت داشته باشیم و ماه مبارک رمضان از استاد میپرسیم که چی حال دارم و یا تاثیرم بگذاشته بالا نا خیر. بسیار خوش آمدیم به کلبه غریبانه ما، خیلی خوشحال شدیم، زنده باشیم. ما هم سلام خود تقدیم میکنم از طریق هم چینل شما به تمام بیرینده های عزیز بر جای دنیا که هستم. بسیار خوش آمده، زنده باشیم. والا ما یه روز خوبی فضل خدا، ما یک یخ برابره روزا کوتاه تقریبا دیگه به باستان بار بود، اگه دیگه فضل خدا خوب مایی بود، مایی پر برکت، مایی پر رحمت، مایی بارش و بارندگی خوبی فضل خدا. خدای پاک بیغمی و بیدردی و امنیت بده بزی کشور، خدای پاک امنیت ما شما را میده دیشته باشه. خوب ما که فضل خدا برکت مایی برکت رمضان. بله جناب استاد، واقعا ما امسال شاهد بودیم که ماه مبارک رمضان به ولایت هرات به تمام افغانستان ماهی بود که سر تا سر رحمت بود، بلخصوص ما مردم نازنین افغانستان. هر روز یک خبر خوشی ما میشنیدیم، هر روز یک فال نیکی میشنیدیم و خبرهای خیلی خوبی بود، بلخصوص به ولایت هرات که چندین پروژه افتتاح شد، چندین روز بارشبری های خیلی خوبی داشتیم و در کل تفاوت های این ما تا سال گذشته رو استاد بگیم. سال گذشته فکر کنم هوا کمی گرم تر بود، تاثیرات بیشتر گذشت. سال به سال که اقلیم تغییر میکنه و سال در روز پس میفته و بازم میفتون میفته، اصلا این سال سال متفاوته تا دیگه سال دیگه. شاید به 20 سال 25 سال ما میت سالی ندیده باشیم، چون ایت نبود که یک ایراد بباره و بادقیس نباره، بادقیس بباره یک ولایت دیگه ما خار ذلیل باشه. فضل و شکر به رحمت خدا همه به هر جا سرازیر شد، به تمام ولایت ها. هر ولایتی که ما برادران میبینم پرسان دیگه میگه چی رقمه، میگه برف و بارش همیت لال و بال دیگه. همی خودی خیلی تفاوته. ما شما قبلا بود اگه یک سال بیرات آباد بود دیگه ولایت نبود، قندار آباد بود، بارش بود، فرا نبود. شکر حال همه هم رنگ ممسانیم، خدای پاک باز هم بگم بیغمی و بیدردی بده و امنیت بده و کاروبار بده که شکر تقریبا نسبتی هستم، هم امنیت و هم کاروباره دیگه. کارم انشالله خوب میشه، پناه به خدا انشالله. انشالله استاد جان، امین زمانی که بارش زیاد میشه بیشتر شما گشت و گذار زیاد میکنیم و مسافرت زیاد میریم، کدوم مناطق هرات دیدنی تر میشه از دید شما؟ به خدا به این مناطقی که کمه به این دیاتو تا شهر نیازیم، این مسجد بیریشیم از این کمرکلاغ بیدش بریم مناطق دیمه، اصلا بارش که به دیمه دیگه بریم شما سمت ترقندی، سمت همیتا داخل ترقندی، همیتا چوقیکی بریم سمت بادغیس، منظره های دنیای ما همی ما روزه به دو دفعه همینجا بیدیم، افتار همینجا بیدیم، اکسال شب بدیده باشیم همیتا میریم ما روزه همینجا که یک شو همینجا خیمه میزنیم، شو هستیم، افتار سریع همینجا هستیم، صبح که نماز فنده شد پس حرکت میکنیم بیم آنه بخیر باز چهارو مید بخیر ما بریم به پستلق. اینجا که هم گوشتی هم هست، میله هم هست، میله گل پسته هم بگمان ما هست شما اگه به جیران باشیم. آن دیگه خیمه میمه حساب کتاب رو تیار کردیم، به چه همه آمدگی دارم. اگه شما میرین خودمون خیلی خوشحال میشیم، شما که سر چشما هر کدوم ماجا داری. خیلی بین استاد، شما بزرگ مانین، امیدواریم که انشالله ما بتونیم مسابقات ترم پوشش بدیم و به مردم نازنین افغانستان. و امسال هم کی پهلوان سال ولایت بادغیس میشه یکی از نکات مهمیه که خیلی برای تمام اعضایی که بیرون از کشورن حیاتیه. سال گذشته ما شاید بدین که نسیم شاجان سخیزاده قهرمان شدم این سال، اما تفاوت های بسیار زیاد آمده. یکی از مدیان اصلی پهلوان سال میرویس بادقیسی یا امان شیر بادقیسی، این خب نسیم شاه هم هست، دیگه پهلوان هم هست، ببینیم کی بله. میرویس به وزن آزاد باشه، نسیم شاه به وزن خوب باشه، چون نسیم شاه فکر نکنم به وزن آزاد اشتراک کنه و هر کس باشه و سری از آزاد وزن دو اشتار تا نوار تا سر لبتانه از حد بقوله شاید نتانه میرویس شاید باشه. پهلوان سال استاد فکر کنم دو وزن برگزار میشه، یک وزن، یک صبح وزن، یک سنگین وزن. صبح وزن از 60 کیلو تا به 80 و از 80 تا به آزاد با سنگین وزن میشه. آیا نسیم شو میتونه وزن خود پایین بیاره و 80 کیلوش داره کنه؟ از آجیار فکر نکن، نسیم شو استقام داره، گوش نداره،
ما شما خونه رو میشناسیم. اسم شو وزن اضافه وزن نداره، مکمل و عضلیه بدن از این کم که داره بریو سخت داره شاید هم بتنه دیگه مسابقه هیچی معلوم نیه. برکل نسیم شو پلون خوبیه، میرویز هم پلون خوبیه، ولاد بادریس ولاد پلون خیزیه، شاید یکی دیگه بولشه که نظرش که دو شما نباشه. سال یکی بدر میشه، دو سال یکی بدر میشه، هم یکی که بیدار شد باز میبینه همه گیر بدر. ما خانید از سال 74 به تا از این کاری از سنف دو مکتب تا بالی ما بینیم پهلوان بادغیس هر دو سال یک پیدا میشه. یک پهلوان 5 سال رد برد با بادغیس نبیده، بر دو سال سال یک باز پیدا میشه که با سر همه گیر میپیشونه. استاد از تجربیات خود خبر ما بدیم، در زمانی که شما مسابقه انجام میدادیم بهترین پهلوان ورد بادغیس کی بود که شما برای مسابقه انجام داده باشیم؟ به خدا هر کس نظر داره، من تو نظر می از مدره ایم اینا که تیر اینا رو ما یاد نبیدیم، یک کردی تو گوشتی و مدره ایم بدیدم از سلاحالدین تیری شد فکر نکنم دیگه گوشتی گیر بیتر دیگه با بادغیس برویه. پهلوان خیلیه، یعنی میرویس هم پهلوان خوبیه، من خوش دارم گوشتی بر نسیم شام پهلوان خوبیه، خصوصیتو سلاحالدین کسی نداره. پهلوان سلاحالدین ما هم تعریف ها زیاد شنیدیم از اینا و مسابقات جالبی هم از اینا بدین، واقعا یکی از نخبای بادغیس بوده. متاسفانه که به کوریاش نهت نیست با گوشتی بنده بغل خیلی دلاور گوشتی گیری بود، ما رو با پاکستان هم ببردو خود به شخصا با پاکستان به غمدار به ایراد به گوشتی های خودی گوشتی کردم. مری یک دفعه بزد یک دفعه بزدم گوشتی ما قبول نکردم، به چرخ بدیشتو غر کرد و خیلی غرور دیش غر کرد برای بیا گوشی بشید دگه هر کارم کردم و تدیم نمو. استاد از ماه مبارک رمضان برای ما بگیم، در سالان گذشته که بود آیا شما مسابقه انجام میدادید؟ آیا گوشتی برگزار میشد؟ میشد این رسمی نبود، غیر رسمی برگزار میشد، با پول معلوم برگزار میشد، با میشهر برگزار میشد، جمع گوشتی میکردم. خب ولی پهلوانا کم نسبت دیگه وقتا فرق میکنه نزدن ترک شده. ما هم تمرین میکردیم استاد جاوید که ما به تایم پارک سینما پارک رو دیدم و تمام استاد شدیم به تمام زمین سپورت نجیب الله مونی هست شاید بریم فرسان کنیم از حکمت الله پهلوان هم بریاله هم به تا از پهلوانی میکردیم و نجب دین و بریاله هم به تا اوز سمت. خب ولی نزدانه شدیم تو شک شده دیگه شده. خب ما بزین حق بدین که بعد بیته با معارضه هم گوشتی نگیرم بروی تو شک هم گوشتی گیرم بروی چیز هم نگیرم شرایط ها فرق کرده. بیشترین گوشتی بزین هم اثر بود با ما نیه با ما نبود. بیشترین گوشتی که استاد شما گرفتیم به یک با ما این ورک رو بزن چند گوشتی شون امیون شیرزاد بیشتر مشهور بود به زیاد گوشتی گرفتن و گوشتی های نمایشی. فقط برده که کمی که مردم مثلا کمی بیشتر مایم و بیشتر از ذهن مردم پاک نمیشه ما دگر خیلی قهرمانتر نبیدم از من خیلی قهرمانتر به میده یوتیچ بده اونتا قهرمانی ها بزید بیده که اینا 6 سال 5 سال 4 سال از شروع تا اوجه نبیده ما بوموندم خیلی خیلی موند کدوم 23 سال گوشتی گیر گویج بومونه خیلی نیسته از سال 74 تا دمی که من گوشتی گیر لکدوم شما شایدیم اگه به این 24 سال که من گوشتی گیرتون 2 سالی چی بیدم این 22 سال دگر من برویج بیدم. فقط فرق همه بوده که سرعت ما زیاد بود، سرعت عمل در اجرای فن می تو گوشتی گیری همه شد اگه از بار گوشتی گیری همه در خودی می گوشتی گیری بود این دو دفعه بزدم غند رو بگیرتم دیدم خواهش کردم نبشم یک دفعه دقیقه خودی گیری کردم چرا؟ گفتم من نفهمیدم تو چکار کردی؟ فدراسیون گفت چی گفت؟ گفتم هیچی یک دفعه دقیقه خواهش کرده دفعه دقیقه گیرتم رو بزن دفعه دقیقه پس می زدم بالاخره همیتا شد نو دفعه ما گوشتی کردیم با نو دفعه هفت دفعه بزدم دیدم رو بزن شوقی بودیم دیگه میگیرتیم شوقی بودیم گفتیم خواهش کرده به خاک کی همین یک دفعه دیگه ماشین دان یک بیمات بنوم دولت قندیلون که من خودم گوشتی کرد اور بزدم دو دفعه گفتم لام یک دفعه دیگه من خواهش کنم میگیری گفتم ما چرا نمیگیرم بیا ما که تو دو دفعه بزدم دفعه سیوم هم بزنم دیگه متاسفانه گوشتی گیرم یک دفعه که من تکر میزنم دیگه نمیگیرم ولا میکنم بعد میگم دو دفعه تو بزدم بس دیگه نمیگیرم تا 2 سال دیگه نمیگیرم تا 3 سال دیگه نمیگیرم ما گوشتی ها ما هیچ جمع تکر میزدن جمع دیگه کم یک گوشتی شیرین میزد میدیدن که نه گوشتی خوب زده جمع سیوم پاس به کلیور میخستی میگفتیم بیا توی جمع گوشتی خوب بزیدی حالا یک جمع یک نفر بزینی دو سال سه سال بوده گوشتی نمیگیر عمری نمیگیرم. بله استاد خودتون هست بین گوشتی گیرو بله زیاده. خب هر فصل به فصل و جوان ها به طرز فکر جدیدی میایم و تمرین ها اینا تفاوت های داره. خب استاد صحبت های پهلوانی واقعا با شما شیرینه، اما یک صحبت که به بیشتر مکان هایی که ما میشینیم بیشتر اوج داره و مردم به هر جا میشینم به اولین صحبته که در رابطه با امین شیرزاد میکنم اینه که
به ماه مبارک رمضان 9 مسابقه انجام داده و 9 حریف خود شکست داده. میخواین در رابطه به ما بیشتر معلومات بدیم استاد، به کدوم مکان برگزار شده؟ ببین ای تو خب خیلی به مارزه گوشتی که تو مفتو و نوتور که اصلا از حساب تیره که میصاب کنم تا او با می مسابقه به بریاله پهلوان اینا بودم بچه و داخل استادیوم بود. بله به داخل به استادیوم گوشتی آخر هم خودم بنام میسا میگفتم الله بیسا از ولایت المن و خیس به کلمه بلند هم بود اگر بارش هم ببرید اگر مارز وقت کمی بس خونکی بود پیامدم برو همی اسفارت برو اسفارت بیر بزدم یعنی یک نفر بنام نعمت الله وفا مترفوری شیدیشت و چه جاسد الله وفا مشاور کرزه هم شد بیاری و از مشک زیاد بود باز بیامد به امروز ما 15,000 کلدارم به کسی نمیگرد گفت بری کلدارم باید خیلی پول میشد کلدار به 12 ساعت بود 15,000 کلدار تخمین سر 50-70 لگری پرمیشد این تو روزا خوشی هم داریم اگوشتی استاد جان یکی از نکاتی که خیلی اساسه بخصوص برای پهلوانان شما تجربه زیاده داریم به حساب گوشتی سالیان زیاد زحمت کشیدیم و عرق ریختیم میگن آدم که عریسی خور بکنه یا مثلا یک جوان زمانی که ازدواج بکنه به حساب ورزش کمی ضعیف میشه چقدر این برشته پهلوانی رب درست است و شما چند سال میشه عریسی خور کرده می تو باشه کمی تا صادقه ده شما صحبت کنیم چون یکی از نکاتی که تمام مردم ولایت ایراد بلکه تمام مردم افغانستان میخوان بدن کسادم ایون از سمر ازدواج نوبومو بگم و چند تا اولاد دارم من سال 84 عروسی کدوم دو دختر دارم دو بچه دارم وقتی انگو گوشتیرم عروسی خورم کدوم امروز که جمعه گوشتی کردم سبای هم عروسی می بود یعنی سبای شنبه عروسی می بود روز جمعه رو به غندیلان کدن گفتم اگر غند بگیری که باز عروسی تو بشه میشه دکه نگیری من بزی که اب منتقید نیم که والله هیچ چیز ندارم که عروسی خور میکنه گوشتی میفتم عثمان پهلوان جسمان عروسی خور بکرد گوشتی شروع کرد ای بستگی به خود آدم کار داره ای بستگی به تمرینات کار داره هر چی که زحمت بکشی هم در رسیدگی رو میبینی اگر زحمت نکشی عروسی هم نکنی تو هم میبینی اگر زحمت بکشی عروسی هم بکنی عروسی فرق نمیکنه مال غندار آدم های دیدم که تا 60 سال 70 سال سن دونه بود تمه شدن گوشتی میگرفت ما گفتم ما به ایراد از 35 و 40 که غلزنی سند ما جام و کنج مچه ده رفاقت خود رفقه خیلی میدین چی برسه به پهلوانی مسابقه خنده که گفت نه گفت هرچی گوشتی گیری فرق نمیکنه هیچ به نظر ما فرق نمیکنه امیال ما امی هست که مشکلات های کمی مشکلات های بنا مشکلات های زندگی اگه نیم امال آمدگی که رو ما گوشتی امیال هیچ فرق نمیکنه فقط نایت دو ما تمرین بیشتر بکار داره اگر یاد شما باشه بار آخر که میدونم کلاب تمرین میکردم خود یک مطالعه شما هم اینجا خود ما تمرین میکردیم ما گوشتی خلاص بیدم ها مردم میگفتن همین پهلوان دیگه خلاص برای گوشه بشینه بیچاره فیصله برات برات کار خو 6 ماه تمرین کردم خود شما چیکار شد سابقات خوبی انجام میدی واقعا تمرین هم کردیم دیگه خود شما تمرین نکردیم خدایی بدیدیم هم دیگه از حساب عریسی پوشیدیم ان دو بچه دارم دو دختر یک بچه من به مال به دواخانه کار میکنه نام خود 15 سال سن دنه دختر 16 17 ساله دارم دختر دیگه 14 ساله دارم دیگه بچه خوردم علی عمر جان که 9 ساله او علی عمر جان هم به کنار من نشسته استاد تمرین هم میکنه پهلوان ما والله نه فعلا درس بخونه اگه از این سن ببرم به پهلوانی تمرکز از تمام ولی گوشتی میشه سال پیار خود گونته سال پیار خود میشه تعلیم میمونه چون اول تعلیم بشه بعد از گوشتی بشه ورزش بشه مشکل نداره باشه که اول تعلیم خور برسونه ما گفتم مثال پیار خود یک استوری از گوشتی میشه خب هر کس به مو روشی که پیش میبره یا مو شایقه که دار استاد به مو جایگاه میرسه ای خوی چی برور کلانتر از این من خیلی ببینم هم اندام یا اصلاب کتابی هم از ولیونیه منطور بازم من کوشش میکنم سر درس رو بیشتر توجه دارم کاری بسیار نیکی استاد قربان شما پهلوان جان سلام خسته نباشیم و از روزه چی رقمه؟ چند روزه بگیریفتیم؟ چند روزه بخوردیم علی مر جان؟ از روزه خواستم نگیریم روز خوب به شما روا نشده روزه درسته به سال آینده انشالله روزه خواه گیریشتیم بگم شما پهلوان خوبیم گوشتی میگیریم اگه ما یک دفعه اینجا بخواد شما یک پهلوانی بکنیم نه خواه گوشتی علاقه ندارم به گوشتی خب به چی علاقه داریم علی مر جان؟ درس علاقه داریم واقعا درس از گوشتی بیتر هم هسته با آینده دوست داره علی عمر چی بشه؟ دکتر بشه؟ انجینر بشه؟ مهندس بشه؟ خب معلم بشه
معلم، واقعا این کار خیلی خوبه. میتونیم با شما حتی انجینر و دکتر تربیه کنیم بچه همه. علی عمر جان، به بچه که هم سند سال خودتونم و درس نمیخونن چی گفتنی داری؟ درس بخونن. به نظر تو بهترین کار چی کاره؟ بهترین کار درس بخونه. درس خوندن بهترین کاره. حالا من دوست دارم درس بخونم. به من پیشنهاد میدی که من شروع کنم دوباره درس ادامه بدم یا خیر؟ خیر ببینید، نصیحت خوبه که استاد و یک از پلونوهای آینده انشالله هست و امیدواریم که به مو آرزویی که داره برسیم. استاد، میخوایم بدانم که شما به سال چند ازدواج کردیم و بعد از چند سال مسابقه انجام دادیم؟ من به سال 83 عروسی کردم، بعد از اون تا سال 98 کشتی کردم. تقریبا زیاد شده استاد. شما زمانی که عروسی کردیم گشتیار رسمی خود در کل پس شروع کردیم؟ بله، در کل موقت که عروسی کردم به اوج جوانی رسیدم، به اوج پهلوانی رسیدم. پیش از او که ما گوشتگیر بودم، بعد از او پهلوان شدم. میفهمین که به سن کم یا به وزن کم آدم گوشتگیر خوبه. وزن که زیاد شد، رشد که استخونی که زیاد شد، استخون رشد کرد، وقت پهلوان میشی. پهلوان هم پهلوان شدن مشکله. گوشتگیر آسانه. بله، گوشتگیر آسانه و پهلوان شدن واقعا که مشکله. استاد، یک نکته خیلی مهم و اساسی، من به عنوان یک جوان این توقع را از شما دارم و امثال من خیلی از پهلوانای زیادی هستند که مسابقه انجام میدن، ما باید استراحت در کنار خود داشته باشیم. شما سالیان زیادی مسابقه انجام دادین، تجربه های بسیار زیادی دارم، هم داخل کشور مسابقه انجام دادیم، هم بیرون از کشور با مسابقات بیرونی هم اشتراک کردیم. میخوایم بدانم چرا نمیایم به داخل میدان در کنار پهلوانان خود، حداقل مربیگیری که نمیکنیم، حداقل داوری میدان نمیکنیم استاد، تا پهلوانا از شما یک نتیجه های خوبی به دست بیارن؟ سوال خیلی خوبه که اینجا بجون. تمام مردم از من این پرسه سوال ها مبتن ویدیو میمودم داوری کرد، داوری از ما سوال شده که بیا داوری کو. من کارهای منفی به تازی دیگه گوشتگیری خیلی دیدم، نه اطرف پهلوانا، پهلوانا هم نوری شیش ممانم، اطرف تماشاچی ها میبدیدم که حکمت پهلوان یک قهرمانه، حکمت پهلوان آدمی هست که همین گوشتی کوراشه. اگر ای آدم نمی بود امرو کسی کراش و افغانستان نمیشناخت و نمی گفت که افغانستان هم کراش داره، افرکت دکمت پهلوان که ما کراش داریم و کراش میشناسیم، یکی از قهرمان خاصمانه، مثل از اینو اجی عثمان، مثل از اینو وکیل احمد پهلوان، به هر کدوم از اینو میدیدم که متکر پشت سر میگه چی میفهمه داوری، ای چی میفهمه گوشتی کنه، گوشتی حق متکر بخورد گردنه بسته کرد، در حالی که او از تجربه که داره، از استعزی که داره، از فهمی که داره میفهمه. تو پشت دو شیشتی یک آدم نشی تماشاچی چی قضاوت دکنی، یک استاد داری یک قهرمانی بطور قضاوت دکنی دیگه خدایی. من از این میترسم که یک روز من هم نفره بگه تو چرا یا نمیفهمی، پشت سر رو یک دوست دیگه بگه این نمیفهمه داوری، گردن خور بسته کرد، در حالی که 100% میفهمی دکا دیگه. از این میگه پاسره هم نمیام متعده او میگم از روزی که به من یک نفر بگه تو چی میفهمی امیر نگه بیتره، حتی من پشت سرم نگه، اگرچه که جلوی رو از این مسلمانم نگفتم، خب من پشت سر بیدم که مردم گپ میزنن که نمیفهمه و چی میفهمه، گردن خور بسته کرد، در حالی که هیچ کس با می افغانستان برو بر حکمت بگوشتی نمیفهمه، برو بر وکیل احمد نمیفهمه، برو رای جسمان نمیفهمه. اینا هر کدوم غربه اینی کدام اینا به طرق اینجا نامده، هر کدوم از اینا استورا و وقت خوب بودم و هستم انشالله نوع اینا زنده دیگه با این مستطعه نمیشم متحده بیجه بیجان نمیتونم. خیر بینی جناب استاد، تشکر از اینکه وقت خوب اختیارم رو گذاشتیم. آخرین پیام شما میشنم استاد. دیگه من به نوبه خواهید سید فدر تمام مسلمانان جهان به خصوص مردم افغانستان و مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم. انشالله که عید خوب خوشی داشته باشن کنار فامیل محترم. زنده باشین جناب استاد و امیدوارم که شما هم در کنار فامیل محترم خود یک عید خوب و خوشی سپری کنید. دوستان عزیز مهربان، این بود ویژه برنامه عیدی که با استاد امین شیرزاد یکی از قهرمانان ولایت هرات داشتیم. تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند پاک و لایزار میسپارم. ایام بکام.